سرنگون شدن یک هواپیمای جنگی اسد توسط رزمندگان سوریه. بر اثر انفجار در سایت موشکی روسیه، سطح رادیواکتیو به 16 برابر حد معمول رسیده است. برملا شدن گوشه‌ای از دزدی‌های شمخانی، نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت. اورینت متعلق به اپوزیسیون سوریه خبر داد روز چهارشنبه گروه‌های رزمنده تحت فرمان اتاق عملیات فتح المبین اعلام کردند یک هواپیمای جنگی شبه نظامیان فرقه‌گرای اسد در جنوب شرقی ادلب را سرنگون و خلبان آن را به اسارت گرفتند. هواپیمای سرنگون شده از نوع سوخوی 22 بود و در جنوب شرقی ادلب در حال پرواز بود. فیلمی از لحظه اصابت هواپیما و پریدن خلبان از آن منتشر شده است. گروه های رزمنده همچنین تعداد کشته های شبه نظامیان فرقه‌گرای اسد طی روزهای 11 و 12 ماه جاری میلادی در جبهه های حما و لازقیه را 150 تن اعلام کردند. علاوه بر آن مقادیری تجهیزات نظامی و موشک های ضد زره نیز منهدم شدند. فاکس نیوز به نقل از آژانس هواشناسی دولتی روسیه گزارش داد بر اثر انفجار اسرارآمیز در سایت موشکی در شمال روسیه سطح رادیواکتیو تا 16 برابر سطح معمول افزایش یافته است. گزارشات حاکی است دستور تخلیه روستایی در نزدیکی محل انفجار صادر شده است و به امدادگرانی که قربانیان اولیه را درمان کردند دستور داده شد که به مسکو برگردند. هفته پیش انفجاری مرگبار در میدان تیر یک پایگاه نظامی در نایونوکسا در شمال ناحیه آرخانگلسک روسیه اتفاق افتاد. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت مسئله اعزام نیروی دریایی اروپایی به تنگه هرمز دوباره مطرح خواهد شد، چرا که درباره آن هنوز همه جا بحث نشده است. از این رو به نظرم رئیس جمهور فنلاند هماهنگی ها را در این مورد انجام خواهد داد. فنلاند از ابتدای ماه ژوئیه ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به عهده گرفته است. قرار است وزیران خارجه و دفاع کشورهای اتحادیه اروپا اواخر ماه جاری میلادی در هلسینکی پایتخت فنلاند نشست‌های غیر رسمی برگزار کنند. در جریان درگیری باندهای حکومتی گوشه‌ای از دزدی‌های علی شمخانی دبیر و نماینده خامنه‌ای در شورای عالی امنیت رژیم برملا شد. روزنامه حکومتی انتخاب 23 مرداد نوشت انتشار یک ویدیو از خانه‌ای منسوب به خانواده دبیر شورای عالی امنیت ملی جنجالی شده است. بر اساس این ویدیو خانه‌ای 2600 متری و 1000 میلیارد تومانی در خیابان فرشته متعلق به همسر شمخانی است. این تنها افشاگری در مورد اموال شمخانی نیست. گفته می شود داماد او در لواسان ویلایی بزرگ ساخته و برخی بستگان او نیز املاکی در تهران، لواسان، اهواز و شمال کشور دارند. شرکت کشتیرانی آدمیرال هم متعلق به فرزندان شمخانی است. بیدادگاه رژیم در شوش 10 تن از کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه را روز چهارشنبه مورد محاکمه قرار داد. قضایی جنایتکار خامنه‌ای اقدام به صدور کیفرخواست علیه این کارگران به اتهام شرکت در اعتصابات و اعتراضات پاییز گذشته کرده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه نیز 7 کارگر این کارخانه هر کدام به 8 ماه حبس تعلیقی و 30 ضربه شلاق محکوم شده بودند. در یک درگیری باندی و افشای دزدی و چپاول، عبدالله پورحسینی رئیس سازمان خصوصی سازی و معاون وزارت اقتصاد کابینه آخوند روحانی روز چهارشنبه ساعتی پس از استعفا بازداشت شد. وی به سازمان بازرسی احضار شده بود و پس از آن از سمت خود استعفا داد و وزیر امور اقتصاد و دارایی کابینه آخوند روحانی استعفای او را پذیرفت. پیش از این رسانه‌های حکومتی و اعضای مجلس ارتجاع گفته بودند رئیس سازمان خصوصی سازی با سوء استفاده از مقامش داد و ستدهای شخصی و تجاریش را پیش می برده است. او این اتهام ها را رد کرده است.